اذعان و ابعاد نجومی دزدی و چپاول دارایی های مردم ایران در بحبوه تشدید جنگ گرک ها در مجلس ارتجاع از زبان کارگزاران رژیم آخوندی. زنگنه وزیر نفت جدید رژیم به دزدی ها و چپاول های سپاه پاسداران رژیم در صنعت نفت اشاره کرد و گفت صنعت نفت با مشکلات بالایی روبروست. باید نفت توسط نفتی ها اداره شود. نفت باید غیر سیاسی باشد و حیات خلوت هیچ گروهی نباشد. هر جا پول باشد و زیاد هم باشد احتمال فساد بیشتر است. وی با حمله به باند رقیب خاطر نشان کرد برای قطع دست های فاسد به طور حتم صدای خیلی ها در خواهد آمد. در واکنش به حرف های زنگنه سپاه پاسداران آخوندی رسماً موضع گرفت. به گزارش سایت سپاه پاسداران، پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی و سخنگوی سپاه اظهار داشت در دوره‌ای که زنگنه وزیر نفت بوده مجموعه قرارگاه سازندگی سپاه هیچ ورودی در حوزه نفت و گاز نداشته است، لذا هر گونه انتصاب شرکت اورینتال کیش به قرارگاه سازندگی سپاه و وابستگی آن به سپاه قویاً تکذیب می شود. شما می خواهید برای کسی تصمیم گیری کنید که 8 سال سابقه کار در وزارت نفت دارد، فارغ از سلامت شخصی نامبرده، خروجی مدیریتش برای کشور خسارتبار است. ترغیب رشوه، زد و بند، باندبازی، راندخاری افراد خاص و بعضی از آقازاده ها که در گزارش دادگاه خارجی به اونها نام جونیور دادند و همچنین اکثر قراردادهایی که در زمان وزارت جناب آقای مهندس زنگنه در وزارت نفت بسته شده است همه دارای ابهام هستند و در دادگاه های بین المللی و دادگاه های داخلی دارای پرونده هستند، مانند قرارداد کرسن، توتال، کیش و میدانهای نفتی مانند سروش، نوروز، درود، قراردادهای شل، بین و سیتف و استادیول و خود به عنوان متهم در دادگاه‌های داخلی و خارجی باید پاسخگو باشد. این تجربه جناب آقای مهندس زنگنه باعث استقراض 70 میلیارد دلار تحمیل برای کشور بوده. شما همه در حوزه‌های انتخابیتون دیدید وضعیت اشتغال به چه شکلی است. هر خانواده 4 تا 5 تا آدم بیکار تحصیل کرده بیکار داره. در دولت نهم و در دولت دهم ماشین نفت رو به افول رفت. کم کم ماشین نفت از بین رفت و ببینید یک چیز فرسوده الان تشکیل برای تحویل کشور شده. مخالفین بعضی از مشکلات ایجاد شده در بعضی قراردادها و سوء استفاده های مالی رو عنوان میکنن. من عرض میکنم در کدوم وزارتخونه ما این مشکلات وجود نداره؟ 3000 میلیاردی که عزیزان در جریانن، اختلاس اتفاق افتاد واضح و روشن، به قول من در روز روشن که باید وزیر اقتصاد اونجا سلاخی میکردی. خیلی از اتفاقاتی که داره در وزارتخونه اتفاق میفته، همین وزارت نیرو اخیراً در خیلی از وزارتخونه های دیگه اینا که ما داریم میبینیم خونه به عنوان یک وزارتخانه که بیشترین اقتصاد ما در اونجاست باید بیشترین چالش هم اونجا باشه. از سوی دیگر ظریف وزیر خارجه جدید رژیم در نخستین اظهار نظر پس از کسب رأی اعتماد از مجلس ارتجاع گفت به حفظ افرادی که بر اساس ملاحظات سیاسی به وزارت خارجه وارد شدند تعهدی ندارد. وی که وضعیت رژیم را شرایط حساس می‌خواند حفظ این افراد در وزارت خارجه را خیانت به نظام عنوان کرد. در همین حال در جریان جلسات بررسی وضعیت وزرای کابینه جدید رژیم در مجلس ارتجاع آخوند روحانی به نوشته های نماینده خامنه ای در کیهان که نوشته بود رئیس جمهور جدید از عدم رأی اعتماد بر برخی از وزرا خوشحال می شود واکنش نشان داد و خطاب به مجلس رژیم گفت بعضی ها نوشتند که فلانی خوشحال می شود اگر چند وزیر رأی نیاورند. من خدمت شما به صراحت عرض می کنم که خوشحال می شوم همه وزرا رأی بیاورند. آخوند روحانی در جریان دفاع از وزرای پیشنهادی خود به نمایندگان رژیم اطمینان داد که خط قرمز وزرایش رعایت رهنمودهای رهبری است. وی تصریح کرد
همه آنها پایبند اندیشه های امام راحل، قانون اساسی و ولایت فقیه هستند. هر کس رعایت کند خدمتش مشکور خواهد بود و هر کس از این خط قرمز عبور کند جایی در حلقه دولت نخواهد داشت.